كيف كان السلف الصالح يصنع في يومهم مع كتاب الله سبحانه وتعالى؟ به بیان این مطلب می‌پردازیم که سلف صالح و گذشتگان نیک سیرت این امت چگونه روز خودشون رو می‌ساختن و چه تعاملی با کتاب الله داشتن. یحفظ یومیاً حفظ یومی للقرآن. اونها روزانه چیزی از قرآن کریم رو حفظ می‌کردن. و نظر فی تفسیر هذه الآیات. و در تفسیر و مفاهیم این آیات تعمق و تأمل می‌کردن. و عمل. و همچنین به عمل به اون می‌پرداختن. اذن حفظ. لذا بحث اول حفظ قرآن هست و نظر في تفسير الآيات و نگریستن در مفاهیم آیات و تفسیر اون و استعانة بالله على العمل و همچنین کمک خواستن از الله متعال برای عمل به آنچه که فرا گرفته بودند و درش تعمق کرده بودند. لا يلزم ان نقرا في تفسير مطول، نقرا في تفسير مختصر. ضروری و لازم نیست که حتما یک تفسیر طولانی رو بخونیم، بلکه یک تفسیر مختصر رو مورد مطالعه قرار بدیم. نعم يكون من قراءة من تفسير معتمد. نعم. ولازم هست که این مطالعه بر اساس یک تفسیر معتبر باشه. اهم السور عندنا سورة الفاتحة وقصار السور من الزلزلة الى الناس. مهمترین سوره ها سوره فاتحه است و همچنین سوره های پایانی قرآن از سوره زلزله تا سوره ناس و پایان قرآن کریم. صحح القراءه. که لازم هست قرائت ما صحیح باشه و باید قرائت خودمون رو از این سوره ها رو تصحیح بکنیم. تأتی مثلا الى عالم الى مدرس تقرا عليه هذه السور حتى تحفظ حفظ صحيح وتقرا قراءه صحيحه وبخاصه سوره الفاتحه. که شایسته است برای این منظور نزد یک مدرس قرآن بریم و این آیات و سوره ها رو نزدش بخونیم و قرائت ما رو تصحیح بکنه. وبهذا نمشي في جميع سور القرآن. اسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بالقرآن والله اعلم. و به همین شکل درباره همه سوره های قرآن کریم عمل میکنیم.